در بین این همه هراس و شایعه و اخبار نادرست روز افسون، این برنامه از 37 درجه رو اختصاص دادیم به کرونا ویروس تا واقعیت‌های علمی رو جایگزین اخبار نادرست بکنیم. همینطور به شما بگیم که چطور میشه احتمال ابتلا به کرونا ویروس رو تا حد امکان به صفر نزدیک کرد. چه فرقی بین علائم کرونا با آنفلانزا و سرماخوردگیه؟ بالاخره از ماسک استفاده بکنیم یا نکنیم؟ به جای ژل‌های ضد عفونی کننده از چه چیزهای دیگه میتونیم استفاده کنیم؟ چرا خوردن آنتیبیوتیک برای مقابله با کرونا اثری نداره؟ آیا داروهای ضد ویروس برای کرونا کمک کننده هستند؟ کیت تشخیص کرونا دقیقاً چیه؟ و چطور تشخیص میده که یک فرد کرونا داره یا نه؟ هنوز اطلاعات زیادی در رابطه با نوع جدید ویروس کرونا هست که ما نمیدونیم، اما اطلاعاتی هم هستش که ما قطعا میدونیم، اینکه این ویروس چی هست و چرا با این سرعت داره گسترش پیدا میکنه. همه چیز از اینجا شروع شد، شهر پر جنب و جوش ووهان توی شرق چین که این روزا مثل شهر ارواحه. فقط تو چند هفته ویروس کرونا به بیرون از چین راه پیدا کرد. شیوع این ویروس زندگی عادی مردم رو تو سراسر چین مختل کرد. برنامه همه هواپیماها و قطارها به ووهان و از ووهان لغو شد. We don't feel safe. We don't know how the virus is passed from one person to another. But we can't stay at home all the time. And we don't know when this will end. We don't know when we'll be able to return to normal life. ویروس یه ذره فوق میکروسکوپی عفونت‌زاست که میتونه داخل سلول‌های میزبان زنده تکثیر بشه و باعث بیماری‌های متعددی بشه. ویروس‌ها همه جای کره زمین پیدا میشن، ولی منشأ دقیقشون مشخص نیست. ولی چیزی که در مورد ویروس ها میدونیم اینه که میتونن جانوران، گیاهان، قارچ ها و حتی باکتری ها رو مبتلا کنن و میتونن از یک گونه به گونه دیگه منتقل بشن. دانشمندان معتقدن که این نوع خاص ویروس کرونا میتونه توی این بازار خوراک دریایی تو شهر ووهان که موجودات زنده‌ای مثل خفاش و خرگوش میفروخته به وجود آمده باشه. و تصور میشه که تغییر در سبک زندگی مردم سرعت پخش ویروس ها رو هم بیشتر کرده. این روزا تو شهرهای بزرگ جمعیت بیشتری از مردم خیلی نزدیک به هم زندگی میکنن. این شهرها زیستگاه جدیدی برای حیوانات وحشی فراهم میکنه و این محیط بستر جدیدی برای بیماری های جدید هستش. سفرهای بین المللی هم باعث گسترش خیلی سریع بیماری ها به نقاط مختلف میشه. گفتگویی داریم با دکتر حمیدرضا ستایش، کارشناس سلامت از اتحاد جهانی واکسیناسیون در ژنو. ایشون سابقه کار با سازمان بهداشت جهانی رو در کارنامه خودشون دارن. آقای دکتر خوش آمدید. دکتر، این اولین بار نیستش که بیماری از طریق ویروس از حیوان به انسان انتقال پیدا میکنه، درسته؟ همینطوری که می‌فرمایید، ما موارد خیلی زیادی رو توی تاریخ داشتیم که ویروس‌هایی که در حیوانات زندگی می‌کردن تونستن جهش پیدا کنن، تغییر پیدا کنن و با واسطه‌های یا مستقیماً به انسان‌ها منتقل شدن. مثلا احتمالاً اسم سارس رو شنیدید، ویروس تنفسی بود که بود سال 2003 و 2004 در همون منطقه آسیا شیوع پیدا کرد، در چین و تایوان، و بعد خیلی از دنیا رو گرفت و چند صد کشته به جای گذاشت. سارس اون زمان بازم منشأش گفتن که از خفاش هست، ولی از طریق یکی از گربه‌سانان منتقل میشه به انسان. و یا مثلا مرس رو داشتیم که اون چند سال بعد بود، توی خاورمیانه شروع پیدا کرد، عربستان و امارات، و از طریق شتر منتقل شده بود، ولی باز هم البته منشأ اصلیش رو به خفاشا و
برگردونن. و یه مثال جدیدش که ویروس کرونا هست که به احتمال خیلی زیاد از طریق خفاش با یه واسطه‌ای به انسان منتقل شده. خفاش های دکتر، چرا خفاش؟ خفاش ها یک دسته بزرگی از پرندگان هستند که جمعیت خیلی خیلی زیادی دارند، میتونن صدها کیلومتر رو پرواز کنن و این باعث شده بود که انتقال بیماری ها هم بتونن سریعتر انجام بشن از طریق خفاش. دقیقا سال گذشته بود که محققان چینی در یک مقاله پیش بینی کرده بودند که به زودی خفاش میتونه یک اپیدمی عفونی دیگه در انسان ایجاد بکنه. چرا این رو جدی نگرفتن و چرا جهان برای مقابله با این هشدار آماده نشد؟ اگه منظور شما از آماده نبودن این است که ما چرا مثلا واکسن براش نداشتیم، فرمایشون درست است و عملا شما نمیتونید واکسن ها رو قبل از این که یک ویروسی منتقل بشه و بیماریزایی ثابت بشه و اهمیتش شناخته بشه اصلا تولید کنیم، چون پروسه واکسن سازی برای انسان پروسه بسیار هزینه بری هست و بسیار زمان بر و حتی امتحانش روی انسان وقتی که هنوز اون ویروس بیماریزایی ثابت نشده عملی نیست و امکان پذیر نیست. پس در اون سطح ما آمادگی نداشتیم. آقای دکتر، شما سال‌هاست که در زمینه واکسیناسیون جهانی فعالیت دارین و کار می‌کنین. الان تازه‌ترین اخبار برای تهیه واکسن کرونا ویروس چیه؟ با 4 تا تولید کننده در تماس هستیم و کار رو روی واکسن شروع کردن به طور موازی در نقاط مختلف. نوع تولیدشون فرق داره با هم دیگه، یعنی همشون از یک روش استفاده نمی کنن. حداقل 8 هفته زمان میخواد برای تولیدش و بعد یه سری آزمایش های بالینی باید آماده بشه که هر کدوم 6 تا 8 هفته طول میکشن. فعلا سرمایه‌گذاری اولیه انجام شده، شرکت های بزرگ داروسازی شروع کردن کار رو از چند هفته پیش و امیدواریم که تا قبل از 4 ماه ما نمونه های اولیه واکسن رو داشته باشیم که بشه ازش استفاده کرد. ولی در نظر داشته باشین که حتی اگه واکسن به مرحله ای از اثر بخشی برسه و آزمایش اولیه بالینیش هم حتی موفق باشه، تا زمانی که این واکسن بتونه به طول عموم برسه و در اختیار همه مردم قرار بگیره راه خیلی طولانی در پیشه و حتی امکانات تولید در اون سطح خیلی محدود هست توی دنیا و اگه قرار باشه اون واکسن تولید بشه معمولا معنیش این است که یه واکسن دیگه ای رو باید به طور موقت از خط تولید خارج کرد که خب اون خودش میتونه مخاطرات زیادی داشته باشه، به خاطر اینکه این واکسن ها همشون الان نیاز هست بهشون و ما تولید اضافه واکسن تو دنیا نداریم. خبرنگار بی بی سی تولیپ مازومبا سری زده به یکی از مؤسسات تحقیقاتی که شبانه روز دارن کار میکنن تا واکسن کرونا رو تولید کنن. تولید یک واکسن جدید معمولاً سالها یا دهه‌ها طول می‌کشه، اما پژوهشگاه‌های بین‌المللی در سراسر جهان از جمله اینجا در سان دیگو در تلاشند که با سرعتی بی‌سابقه برای ویروس جدید کرونا واکسن بسازند. دکتر کیت برودریک رئیس بخش تحقیق و توسعه این مرکزه. میشه برامون بگی که ساخت واکسن جدید رو از کجا و چطور شروع می‌کنید؟ اون چه اینجا می‌بینید ساختار واقعی دی ان ای ویروسی رو نشون میده که از مورد شایع در چین اومده. مقام های چینی این رو منتشر کردن و ما فوری دانلودش کردیم و کارمون شروع شد. طی یک شبانه روز واکسنی رو طراحی کردیم که اینجا میبینید. قدم بعدی ساختن این واکسنه که حالا بهتون نشون میدم. خب اینجا آزمایشگاه تولید پلاسمیده. ما اینجا دی ان ای غیر کروموزومی یا پلاسمید رو گرفتیم و به باکتری اضافه کردیم. اونجا میبینید که باکتری ها دارن رشد میکنن. خیلی هم بوی تندی دارن که البته بعد از یه مدتی بهش عادت میکنین. قدم بعدی تصفیه کردن دی ان ای از باکتری هاست. این کار یه محصول پاک به ما میده که میتونیم ازش در آزمایش پیش بالینی استفاده کنیم که همین هفته شروع میشه و امیدواریم که محصول نهایی رو اوایل تابستون روی انسان آزمایش کنیم. آقای دکتر، امکان داره که این ویروس از طریق اجناس چینی وارد ایران شده باشه؟ خیلی خیلی احتمال اینجور چیزهای هم هست. ببینید، ما این ویروس رو کم میشناسیم، یعنی اظهار نظرهای خیلی قطعی رو بهتره که راجبش نکنیم. میگن احتمال انتقال ویروس از طریق فرزند واردات گوشت خام از چین میتونه امکان پذیر باشه، ولی مثلا اسباب بازی یا لباس یا اجناس دیگه‌ای که خشک هستن و احتمال بسیار کمی داره که ویروس بتونه تا مدت‌های طولانی اونم برای یک جنسی که بخواد مسافت طولانی و روزهای طولانی رو طی کنه توش از طریق اون منتقل بشه، احتمالش بسیار اندک است. آقای دکتر، ویروس کرونا چقدر خارج از بدن زنده، یعنی در فضای آزادی که در واقع زنده نباشه میتونه دوام بیاره؟ ویروس‌ها ذرات هستن، ویروس‌ها زنده نیستن. ویروس‌ها یک
ذره است که فقط در داخل سلول های بدن یا یک موجود زنده میتونن زنده بشن و زندگی کنن. این فرق ویروس هاست با باکتری ها. یه ویروس یک شاخه ژنتیکی هست که حالا میتونه توی یه کپسولی وجود داشته باشه و محض اینکه وارد بدن بشه، وارد موجود زنده بشه، اون هسته سلولی و اون امکاناتی که در سلول موجود زنده هست رو در اختیار خودش میگیره و برای تکثیر و تولید مثل خودش ازش استفاده میکنه. وقتی هم که محیط خشک میشه یا محیط چسته میشه و اون کپسول سلولی ویروس از بین میره، دیگه قابل انتقال نیستن. آیا این امکان هستش که لباس ما بتونه ویروس رو از بیرون به داخل خونمون انتقال بده؟ ویروس میتونه منتقل بشه. برای کادر پزشکی خیلی مهم هست که لباس ها و روپوش هایی که ممکنه با ترشحات و مخاط بیمار آلوده شده باشن رو درارن و شستشو داشته باشن به طور مرتب و باهاش وارد مثلا منزلشون یا محل استراحتشون برای انتقال نشن. ولی برای مردم عادی در کوچه و بازار این احتمالات انقدر کم هست که یه چیزی که گفته میشه در مورد امثال اینجور همه‌گیری این است که ترس مردم خیلی بیشتر از اون واقعیتی است که پشت اون بیماری وجود داره. و سوال دیگه این که آیا ویروس از طریق جنسی قابل انتقال هست؟ ما موارد رو نداریم که این فرضیه رو حمایت بکنه. به نظر نمیاد که ویروس کرونا از طریق تماس جنسی منتقل بشه و همینطور هم به نظر نمیاد که در طی دوران بارداری به فرزند منتقل بشه. مواردی رو داشتیم خانم بارداری که بررسی شدن و این احتمال انتقال در حین دوران بارداری هم به نظر نمیاد که وجود داشته باشه. تا اونجا که میدونیم کسی که مبتلا به ویروس کرونا شده علائمش اول از تب شروع میشه، بعد سرفه خشکه، بعد تنگی نفس هست و نارسگی تنفسی هست که اگر در این مراحل تشخیص درست و زود هنگام انجام نشه ممکنه التهاب ریه و به دنبال اون ایست تنفسی داشته باشه که عامل مرگه. بنابراین تشخیص زود هنگام و اولیه برای ویروس کرونا خیلی مهمه. خیلی از علائم اولیه کرونا ویروس به آنفولانزا و سرماخوردگی شبیهه. چطور میشه اینها رو اصلا تشخیص داد؟ کرونا خب ویروسی است که اصلا از منشأ ویروس‌های سرماخوردگی، یعنی ویروس‌های سرماخوردگی که ما داریم همون ویروس‌های کرونا هستند. این کرونای سال 2019 کووید 19 یک مورد جهش یافته اون هست، یا سارس یا مرس موردهای جهش یافته همون ویروسی هستند که بر سرماخوردگی استفاده میشن. پس یه جور سرماخوردگی هست که با ذات‌الریه و سینه پهلو خودش رو نشون میده. مهمترین چیزی که الان تو تشخیصش مد نظر تیم‌های درمانی هست این که با آبریزش و عدسه معمولاً عفونت کرونا همراه نیست، ولی تو سرماخوردگی عادی ما بیشتر می‌بینیم که فرد آبریزش داره و عدسه داره. کرونا بیشتر با تب همراه هست و با سرفه‌های خشک. اگر الان افراد برن و واکسن آنفولانزا بزنن میتونه مؤثر باشه؟ واکسن آنفولانزا در مقابل یک مجموعه از ویروس‌های آنفولانزا بدن رو حفاظت می‌کنه. در مقابل کرونا این اتفاق نمیفته با واکسن های در دسترس آنفلانزا. ولی حسنی که میتونه داشته باشه زدن واکسن آنفلانزا برای کسایی که قبلا این واکسن زدن اینه که اگر با علائمی شبیه سرماخوردگی مراجعه بکنند، یا سینه پهلو یا سرفه یا تب، اونایی که واکسن رو زدن احتمال این آنفلانزا داشته باشن کمتر هست. برای همین نظام سلامت میتونه احتمال بیشتری رو برای کرونا یا امثال اون قائل بشه و سریعتر تستای تشخیصی رو انجام بده. آیا امکان داره که وقتی که شخصی مبتلا به کرونا ویروس شده هیچ علامتی نداشته باشه و یا اینکه علائم اینقدر خفیف باشه که فرد خودش متوجه نشه؟ به نظر اینطور میاد. به نظر میاد که در بیش از 80% موارد کلاً عفونت خفیف هست و فقط درصد کمی هست که عفونت خیلی شدید داریم و 10-15% موارد هم عفونت‌های علامت داری داریم که اونقدر شدید نمیشن و فرد رو دچار خطرات جانی نمی‌کنه. ببینید هر ویروسی یک دوره نهفتگی داره که حالا در مورد ویروس کرونا قبلا میگفتن تا 14 روز، الان حتی میگن ممکنه که تا 4 هفته این نهفتگی باقی بمونه. خطری که اونجا هست و نگرانی که وجود میشه که این افراد بتونن به افراد دیگه منتقل کنن و این اتفاقی است که در مورد کرونا ظاهرا داره میفته، یعنی کسایی که علامت ندارن منتقل میکنن به کسایی که ضعیف‌تر هست سیستم بدنشون و اونها مبتلا میشن. چه کسانی باید ماسک بزنن؟
کسانی که براشون تشخیص قطعی ویروس کرونا گذاشته شده، کسانی که مشکوک به این بیماری هستند و همینطور کادر پزشکی که از این افراد نگهداری میکنن که علاوه بر ماسک باید از عینکهای محافظ هم استفاده بکنن. اما شواهد علمی نشون داده که استفاده از ماسک در افراد عادی تاثیر چندانی نداره، اونم به سه دلیل. اول اینکه ذرات میکروسکوپی ویروس به راحتی از الیاف ماسک عبور میکنه، یعنی خیلی کوچیک و ریز هستن. دو اینکه ماسک نمیتونه چشمو بپوشونه و فقط بینی و دهان رو میپوشونه. و سوم اینکه به مدت طولانی روی صورت نمیتونه بمونه و باعث ایجاد یک محیط مرطوب میشه که همون خودش بیماریزا هست و باید هر چند ساعت یک بار تعویض بشه. چه خوبی که ماسک داره اینه که به ما یادآوری میکنه دستمون رو به بینی و دهانمون نزنیم. سازمان بهداشت جهانی تاکید زیادی داره روی رعایت بهداشت فردی برای محافظت از خودمون، که اولین اونها استفاده از ژل‌ها یا مواد شوینده ضد عفونی کننده است، همینطور صابون که ترجیحاً صابون‌های مایع هست، با آب که مرتباً دستمون رو باید بشوریم. مراقب باشیم که موقع شستن حتما بین انگشتان و زیر ناخن‌ها شسته بشه. همینطور موقع عطسه و سرفه از دستمال باید استفاده کنین. دستمال رو تو سطل زباله دروسته باید بندازین. اگر دستمال در دسترستون نیست، با آرنج دهان و اون بینی خودتون رو باید بپوشونید. همینطور کسی که عطسه و سرفه میکنه یک مقدار ازش فاصله بگیرید. سرعت انتقال این ویروس به بدن چقدره دکتر؟ مثلا اگر من دست بزنم به جای آلوده چقدر فرصت دارم که بتونم این باش مقابله کنم و این ویروس از بدن من پاک بشه؟ ببینید، دست به خودی خود از پوست دست ویروس وارد بدن ما نخواهد شد. ویروس از طریق ذراتی که تو هوا معلق هستند یا تماسی که حالا بر سطح دست با مخاطی داریم که ویروس میتونه ازشون وارد بدن بشه اتفاق میفته. به خصوص مخاط بینی و مخاط چشم، اینها مخاطی هستند که باز هستند، مخاطی هستند که به گونه‌ای هست که ویروس ها میتونن خیلی سریع از طریق اونها داخل جریان خون بشن، داخل سلول بشن و زندگی بکنن. اگر که ژل ضد عفونی کننده در دسترس نباشه، باید از چه چیز دیگه به جای اون استفاده کنیم؟ ژل هایی که وجود دارن، اونایی که توشون الکل به کار میره، دو کار میکنه. هم باعث میشه که چربی که روی پوست هست رو حل میکنه و ویروس و باکتری از روی سطح پوست جدا میکنه که با شستشو از بین میرن، و اون جدار سلولی باکتری یا ویروس رو میتونه که اون کپسولش رو از بین ببره. و اون الکل نقش خیلی مهمی داره. صابون نمیکشه ویروس و باکتری رو، صابون فقط باعث میشه که چربی پوست که روی دست هست در واقع حل بشه توی صابون، و با اون چربی که شسته میشه این ویروس و باکتری هم شسته بشن و از دست ما دور بشن. بعضی از دستاندرکاران سلامت بیشتر طرفدار آب و صابون هستن، به خاطر اینکه وقتی شما از ژل استفاده میکنید اون تیکه تمیز میشه، ولی ممکنه همه جای دست از اون ویروس و باکتری پاک نشه. چطور میتونیم تشخیص قطعی بدیم که یک نفر مبتلا به کرونا ویروس شده؟ کیت های تشخیص ویروس کرونا چی هستن و چطور کار میکنن؟ نازنین معتمدی پاسخ این پرسش ها رو برای ما پیدا کرد. اول از همه از کسایی که احتمال میره مبتلا به ویروس کرونا شدن نمونه برداری میکنن. از ترشحات داخل دهن، مخاط بینی یا خلط گلو. نمونه رو تو بسته‌بندی های یخی میذارن و میفرستن برای آزمایشگاه های مرجع. کار تشخیص بر عهده این دستگاه PCR. این دستگاه جدید و پیچیده ای نیست. قبلا هم برای تشخیص ویروس های مثل ویروس مولد ایدز و سارس ازش استفاده شده. اگه بخوام خیلی سادش کنم، روال تشخیص اینه. اول ویروس رو از نمونه جدا میکنن. بعد فرمول ویروس رو پیدا میکنن و تکثیرش میکنن. بعد از تابوندن یه نور فلورسنت میفهمن که نوع ویروسی که فرد بهش مبتلا شده چیه و چقدر از اون ویروس توی بدنشه. حالا فرمول ژنتیکی این ویروس رو پیدا کردن. این فرمول رو مثل یه شابلون میذارن روی فرمول ویروس کووید 19. اگه این هم بود، یعنی فرد کرونا داره. آیا این دستگاهی که برای این تشخیص استفاده میشه خیلی گرونه و هزینه بره؟ PCR نه، اونقدر دستگاه گرونی نیست. الان موجود هست در خیلی از آزمایشگاه ها و قیمت اونقدر بالایی نداره. آیا نباید این دستگاه ها رو به غیر از بیمارستان و درمانگاه در جاهای دیگه که به هر حال یک اجتماعی زندگی میکنن، مثل پادگان یا مثل زندان ها ببریم، که اگر کسی مشکوک هستیم که آلوده به این ویروس شده خیلی راحت از طریق این دستگاه تشخیص داده بشه؟ خط اول تشخیص آزمایشگاه نیست توی بیماری عفونی مثل کرونا. خط اول تشخیص
این هست که از نظر بالینی افراد حساس باشن و بتونن موارد ابتلا رو و اون چرخه انتقال رو تحت نظر بگیرن و بتونن در مورد لازم اون چرخه رو بشکنن. این که بخوایم یه دستگاه تشخیصی رو تو همه جا قرار بدیم عملا ممکن نیست، حتی اگر مسئله هزینه و دسترسی به این دستگاه نباشه. کسایی که بخوان آزمایش رو به طور درست انجام بدن، آموزش های لازم رو دیده باشن و امکانات بایو سیفتی که برای انجام اینجور آزمایش ها لازم هست معمولا در همه جا وجود نداره. بخاطر اینو محدود میکنن به یک سری آزمایشگاه مرجع، انتقال نمونه به اون آزمایشگاه معمولا کار خیلی ساده تری هست که بشه انجامش داد. اگه فردی به کرونا ویروس مبتلا بشه و بعدم درمان انجام بشه و کاملا دیگه پاک بشه و خوب بشه، آیا نسبت به این ویروس ایمن شده؟ خیلی از بیماری‌های عفونی به این صورت هستن که وقتی بدن سیستم ایمنیش در معرض اون ویروس قرار میگیره، اون ایمنی رو پیدا میکنن و دوباره بهش مبتلا نمیشن. البته در مورد کرونا ما یک مورد رو حداقل میتونم بگم داریم که فرد بعد از چند هفته برگشته و دوباره ناقل ویروس بوده، حالا یا درست درمان نشده بوده و این مدت بیماریش طول کشیده بوده، یا اینکه امکان عفونت مجدد هم وجود داره. برای در واقع پیشگیری که ما گفتیم باید سیستم ایمنیمون رو قوی کنیم، چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ از عوامل استرس ها تا حد امکان جلوگیری بکنه یا کم بکنه اونا رو. استرس هایی که تو این مورد کرونا موثر شناخته شدن توی شدت بیماری، به خصوص توی کادر درمانی، کم خوابی بود، باعث شده بود که پزشکان و پرستارانی که به خصوص توی ووهان کار میکردن خیلی آسیب پذیر بشن به خاطر استرس فراوانی که داشتن و کم خوابی هایی که ساعت های متوالی کشیده بودن. استراحت یکی از عواملی است که میتونه بدن رو قوی تر کنه، استراحت به مقدار کافی. آیا این درسته که خوردن آنتی بیوتیک و یا سیر میتونه احتمال ابتلا به کرونا رو کمتر بسازه؟ خیر، آنتی بیوتیک ها هیچ اثری در درمان ویروس کرونا ندارن. علتش هم به خاطر این استش که ما آنتی بیوتیک زمانی تجویز میکنیم که بیماری منشأ باکتریایی داشته باشه، و اگر شما بدون هیچ گونه دلیلی شروع کنین به مصرف آنتی بیوتیک، باعث میشه که اگر در آینده یک عفونت جدی باکتریایی ایجاد بشه، این آنتی بیوتیک ها دیگه نتونن روی بدن شما کارساز باشن. همینطور سری باورهای اشتباه و غلط تو تلگرام من میبینم، مثل مثلا مصرف سیر یا استفاده از دهانشویه ها یا همینطور مالیدن ویکس و همچنین روغن کنجد در اطراف بینی، که هیچ کدوم از اینها نمیتونه بدن شما رو در برابر کرونا ویروس محافظت کنه. چه افرادی رو ما باید به قرنطینه ببریم؟ کسایی که مبتلا هستن یا شک به ابتلا دارن، اینها رو در اون اتاقهایی قرار میدن که فشارشون منفی هست، یعنی از داخل اتاق ویروس و باکتری حالا بسته به بیماری به بیرون نخواهد رفت و به داخل کشیده میشه هوا، که گردش هوا باعث نشه که این بیماری منتقل بشه، و به خاطر این افراد رو قرنطینه میکنن. معمولا مدت قرنطینه بسته به دوره کمون بیماری داره، که در مورد کرونا 2 هفته رو فعلا در نظر میگیرن و افراد رو برای 2 هفته درون محیط هایی که با افراد دیگه ارتباط نداشته باشن به نوعی محبوس میکنن. اینجا در بریتانیا به عده گفته شده و توصیه میشه که خودشون رو باید قرنطینه بکنن. این توصیه رو ما به چه گروهی میتونیم بکنیم؟ کسی که احساس میکنه علائمی رو داره که ممکنه که به علت کرونا باشه، این خود قرنطینگی رو انجام بده و تماسش رو با افراد دیگه به خصوص افراد خانوادهش محدود بکنه، خارج نشه. اینو در نظر داشته باشیم که خیلی از مواردی که ما در ابتدای بیماری دیدیم و در موارد مشابه همگیری ها دیدیم توی سیستم بیمارستانی به نظام درمانی اتفاق میفته. یعنی اگه ارتباط رو با بیمارستان و پزشک کلینیک کمترین بکنن افراد، هم به خودشون لطف کردن هم به جامعه، و این خود قرنطینگی میتونه به اون کمک بکنه. وقتی که علائم شدید شد یا فرد واقعا نیاز به اقدامات پزشکی داشت، از طریق تماس تلفنی میتونه درخواست کمک بکنه و بعد سیستم بهداشتی باید اون خدمات رو بتونه به طور خاص بهش ارائه بده. اگر فردی خودش رو قرنطینه کرد، چه توصیه های بهداشتی دیگه ای رو هم باید انجام بده؟ توی قرنطینه شخصی معمولا فرد توی اتاقی میمونه که این اتاق امکان تصفیه هوا داره. تصفیه هوا به معنی که پنجرهش باز میشه و هواش میتونه عوض بشه.
و فرد وسایل شخصیش رو از بقیه جدا میکنه، حتی مقدور دستشویی و توالت و حمامش هم جدا میشه تو مدت. غذاش رو به جای اینکه افراد بیان بهش بدن، معمولا کنارش در دم در اتاق میذارن، غذاش رو برمیداره، استفاده میکنه، دستشوییش رو میره. یه مقدار سخت میگذره اون مدت به اون فرد و حتی خانوادهش، ولی برای همه این دوره مهمیه، به خاطر اینکه جلوی انتقال رو میگیره. چیزی که خب خیلی میتونه انتقال رو گسترش بده، به خصوص در محیط های نزدیک و خانوادگی، روبوسی کردن هست یا تماس مکرر دست ها با هم هست. شاید براتون جالب باشه بدونید که با یه روبوسی شاید تا چندین میلیون باکتری و میکروب و ویروس بتونن منتقل بشن بین دو فرد. چقدر تشخیص زودرس و اولیه در کنترل بیماری کرونا با این وضعیتی که الان در ایران هست میتونه مؤثر باشه؟ کرونا اولیش نیست و آخریش هم نخواهد بود. ما هر چند سال یک بار میبینیم که این نحوه انتقال از حیوانات یا پرندگان به انسان‌ها رخ داده و رخ خواهد داد. مهم اینه که چقدر سیستم‌های بهداشتی حساس هستن که بتونن این همه‌گیری‌ها یا واگیرها رو سریع تشخیص بدن، بدونن که اینا فرق دارن با ویروس‌های قبلی و پاسخ مناسب رو بهشون در اسرع وقت بدن. متاسفانه ما جایی که اعتماد عمومی رو نسبت به نظام سلامت کم میبینیم، توجه به خرافه ها و باورهای غلط رو از اون طرف زیاد میبینیم. مهم این است که مردم آگاه باشند، از منابع موثق و معتبر به خصوص سازمان جهانی بهداشت اطلاعاتش رو تامین بکنند و درگیر خرافه ها و باورهای ضد علم نشند. خیلی ممنون آقای دکتر از اینکه وقت گذاشتید. امیدوارم پاسخ خیلی از پرسشاتون رو تو این برنامه داده باشیم. اگر خواستین ویدیو این برنامه رو مجددا ببینیم، به کانال یوتیوب بی بی سی فارسی باید مراجعه کنین. همینطور ویدیوهای این برنامه با هشتگ 37 درجه در اینستاگرام و تلگرام رو میتونین مجددا ببینید. به ما ایمیل بزنین siyahaf@bbc.co.uk. تا برنامه بعد، تنتون سالم، دلتون شاد، روانتون آرام.